Bismillahirrahmanirrahim. Şunu zes yusuf. F x musaviye kadr mutlaka x'e menhay du. Hala in defa bi khatir kolu ruhi tu yedin ferdem hem. Hırsı, halet kubi. Kengiri. Limiti. F du ye bezi fi h. Menhay f du. H. H men mikonu bi sefer sırafim. الان بچه دقت کنید این مشتق چپه یا مشتق راسته؟ چپه. تو نقطه دو درسته؟ پس این در حقیقت F پریم منفی دو درسته؟ یعنی کوچکتر از دویم خیلی نزدیک دویم درسته؟ کوچکتر از دویم خیلی نزدیک دویم قدر مطلق داره؟ قدر مطلق گفتیم اولین کاری که در مورد قدر تکلیف مشخص کنید درسته؟ وقتی که کوچکتر از دو خیلی نزدیک دویم این عبارت چی میشه؟ x کوچکتر از دو خیلی نزدیک پس f x میشه منفی x به اضافه دو به اضافه دو رادیکال حالا از این میخوایم مشتق بگیریم مشتق بگیریم منفی یک به اضافه این که صفره u پریم میشه دو دو رادیکال u درسته این هم که با این ساده میشه حالا جای x چه بذارم؟ دو بذارم جای x دو بذارم چی میشه منفی یک به اضافه یک به روی دو میشه منفی یک منفی یه دو کدوم گزینه میشه؟ گزینه دو جانم ببینید لیمیت F A به اضافه H منهای F A تقسیم بر H H میل میکنم به صفر از طرف مثبت یعنی این از A بزرگتره درسته؟ این میشه مشتق راست لیمیت F A به اضافه H منهای F A تقسیم بر H H میل میکنم به صفر هاش منفی یعنی این از آ کوچیکتره درسته؟ قبول؟ این میشه مشتق چپ درسته دو تا مدل دیگه هم داشتیم یه لیمیت اف ایکس منهای اف آ به روی ایکس منهای آ ایکس میل میکنه به آ از طرف مثبت این میشه مشتق راست درسته؟ لیمیت f x منهای f a به روی x منهای a x میل میکنه به a از طرف منفی این میشد مشتق چپ مشکل که نیست فهمیدید 16-34 دقت بکن اگه تابع f در x صفر مشتق پذیر باشه مشتق پذیر یعنی چی؟ یعنی مشتق چپ و راستش با هم برابر است درسته؟ مشتق پذیر یعنی مشتق چپ و راستش با هم برابر است و این عبارت رو داده لیمیت f x صفر به اضافه هاش منهای f x صفر به روی هاش هاش میل میکن به صفر از طرف مثبت اینو داده چند منفی دو درست؟ اینو خواسته لیمیت اف ایکس منهای اف ایکس صفر منهای هاش به روی هاش هاش میل میکنه به صفر است درسته بچه این یعنی مشتق راستش منفی دو شده چون گفته مشتق پذیره پس مشتق چپشم منفی دو میشه مشتقشم منفی دو میشه درسته؟ قبوله؟ این یعنی مشتق راست در نقطه x صفر منفی دو شده چون گفته چون در x صفر مشتق پذیر هست
پس مشتق راست برابر مشتق چپ برابر خود مشتق میشه تو نقطه x صفر برابر منفی دو. این تو ذهنمون باشه. حالا اینو نگاه کن، ما میخوایم اینو حساب بکنیم. تو همه این چیزایی که تعریف داشتیم آی به اضافه هاش بود، درسته؟ منفی نبود. پس من اینو باید متغیر به اضافهش بکنم، درسته؟ گفتیم هر چیزی که این بالا هست باید پایینم باشه، قبوله؟ یه منفی این پایین ضرب میکنم، یه منفی هم تو کلش ضرب میکنم. مشکلی پیش میاد بچه ها؟ مشکلی که پیش نمیاد. پس این میشه اینطوری، لیمیت f x صفر منهای هاش منهای f x صفر تقسیم بر منفی هاش، هاش میل میکنه به صفر از طرف من، درسته بچه ها؟ منفی هاش اسمشو بذارم t، منفی هاش اسمشو بذارم t، f x صفر به اضافه t منهای f x صفر تقسیم بر t. حالا تی میل میکنه ببینیم به چی. خب منفی هاش بوده هاش رو داشتیم چون؟ من اچه آقا منفی هاش من یاد داشتیم اصلا که منفی سر منفی هاش رو داشتم تی دیگه بردم پشت آقا اون بالا لیمیت اچ به سمت صفر طرف منفی ولی اون پایین چی گذاشته؟ الان میخوام همه رو بر اساس تی بریم سمتی اگه جای هاش رو نداشتم جای منفی هاش رو نداشتم جای منفی هاش مگه چی نداشتم؟ آقا اون هاش بود که شما داشتین تی به سمت چی؟ حالا سب کن از اینجا هاش به صفر از طرف منفی میل بکنه یعنی چی؟ یعنی هاش کوچکتر از صفر خیلی، درسته؟ قبول دارید؟ قبول دارید بچه ها؟ این است منفی هاش بزرگتر از صفر میشه خیلی نزدیکش، درسته؟ هاش کوچکتر از صفر، طرف این در یه منفی ضرب کن جهت عوض میشه دیگه، درسته؟ یعنی تی بزرگتر از صفر خیلی نزدیکشه، تی بزرگتر از صفر خیلی نزدیکشه. بخواید نشون بده میگه تی میل میکنه به صفر از طرف مثبت، درسته؟ این همون مشتق چپ مشتق راسته دیگه، درسته؟ این همون مشتق راسته دیگه. این اف پر مثبت x صفر مقدارش چند شده؟ منفی دو. کدوم گزینه میشه؟ گزینه چهار. احساس میکنم نفهمیدید. من فهمیدم. چند نفر فهمید؟ ما فهمیدیم. نفهمیدید؟ دوباره میگم ببینید. ببینید گفتم تو این تضای لیمیت آی به اضافه مثلا پنج هاش منهای اف آ تقسیم بر هاش هاش میل میکنه به صفر، این چیزی که اینجا هست دقیقا باید پایین باشه و وسط هم حتما چی باید باشه؟ به اضافه باید باشه، درسته؟ قبول؟ وسط هم باید حتما چی باشه؟ به اضافه باشه، درسته؟ مثلا بذار سوال رو یه ذره تغییر بدم. f پریم منفی آ شده 7، f پریم مثبت آ شده 6، درسته؟ بعد مثلا فرض کنید که اینو از ما خواستن، هاشم میل میکنه از طرف مثبت، درست؟ گوش میکنی؟ بچه دقت بکنید، گفتیم تو این تعریف ها آ به اضافه یه چیزی، آ به اضافه اچ، درسته؟ اینجا منفی 6 هاشه، این اینم باید پایین باشه، یه منفی 6 اینجا ضرب بکنم، منفی 6 هم تو کل این ضرب باید بکنم دیگه، درسته؟ تو تغییر ایجاد نشه دیگه، این منفی 6 کل اینو به جنگ اینجا ضرب بکنم میتونم این بیرون بنویسم، هیچ مشکلی پیش نمیاد، درسته؟ تا اینجا قبول آقا؟ حواست اینجا باشه، درسته؟ منفی 6
این منفی 6 هاشو اسمشو میذارم یه متغیری به اضافه آلفا هرچی، درسته؟ تی گذاشتم. پس منفی 6 هاشو اسمشو گذاشتم تی. پس اینو بنویسم، این لیمیتو همشو باید بر اساس تی بنویسم، میشه اف آی به اضافه تی منهای اف آ تقسیم بر تی. تی میل میکنه، حالا باید بفهمم تی به چی میل میکنه، درسته؟ ببینید هاش میل میکرد به صفر از طرف مثبت، درسته؟ این یعنی چی؟ هاش بزرگتر از صفر، خیلی نزدیکشه. منفی 6 طرفین ضرب بکنم، طرفین در منفی 6 ضرب بکنم جهت عوض میشه، درسته؟ اما این خیلی نزدیکی سر جا خودش میمونه. اسم این مگه تی نبود؟ پس تی کوچیکتر از صفره، خیلی نزدیکشه. پس تی به کجا میل میکنه؟ تی به سمت صفر منفی. حالا بیا این عبارت رو با اینا مقایسه بکن، ببین تو کدوم یکی از اینا صدق میکنه. اینه دیگه، درسته؟ مشتق چپه. پس این میشه منفی 6 تا اف پریم منفی ها مشتق چپ آ. مشتق چپ آ چند شده؟ 6. 6 ضرب در منفی 6؟ منفی 6. فهمیدی چطور شد؟ درست؟ این خیلی مهمه ها. 16 36. fx مساویه x2 منهای 4x، x2 منهای 4x بر حالت اینکه قدر مطلق x بزرگتر مساوی 1. cx به اضافه 5 بر حالت اینکه قدر مطلق x کوچکتر از 1. درسته؟ لیمیت f یکی به اضافه هاش منهای به اضافه 3 بروی هاش، بعدی هاش میل میکنه به صفر از طرف من. بچه نگاه بکنید f یک چند میشه؟ f یک رو نگاه کنید تو بالای اف یک چند میشه؟ منفی 3 دیگه، درسته؟ اف یک قبول دارید از اینجا میشه منفی 3؟ اف یک میشه منفی 3، قبوله؟ پس تو این لیمیت، این میشه لیمیت اف یک به اضافه هاش منهای اف یک تقسیم بر هاش، هاش میل میکنه به صفر از طرف من، درسته؟ مشتق چپ یا مشتق راسته؟ مشتق چپ تو نقطه 1. پس این میشه اف پریم منفی 1، یعنی کوچکتر از 1یم، خیلی نزدیک 1یم. کوچکتر از 1یم، خیلی نزدیک 1یم، باید بریم مشتق بگیریم، درسته؟ کوچکتر از 1 خیلی نزدیک 1، تو کدوم ضابطه این صدق میکنه؟ ضابطه پایین. ازش مشتق بگیر. سه. پس میشه شونزده 38. اف ایکس مساوی رادیکال x2 منهای جز صحیح x به اضافه قدر مطلق x، درسته؟ خواسته هم جز صحیح داشته باشه هم قدر مطلق داشته باشه، فکر کرده که سخته مثلا.
این تعریف چیه؟ مشتق از تو نقطه یک. درست؟ مشتق از تو نقطه یک یعنی بزرگتر از یکیم، خیلی نزدیک یکیم. آقا قدر مطلق جز سه، تکلیف مشخص. بزرگتر از یک، خیلی نزدیک یک، جز سه چند میشه؟ یک. بزرگتر از یک قدر مطلق چی میشه؟ یک. خودش میشه دیگه. قدر مطلق خودش میشه. پس آقا این تابه اینطوری شد. X بزرگتر از یکی، خیلی نزدیکه. پس fx همون میشه این. رادیکال x دو منهای یک به اضافه x. حالا از این میخوایم مشتق بگیریم. یو پریم به دو رادیکال دیگه، درست؟ رادیکال یو مشتق چی میشد؟ یو پریم به روی دو رادیکالی. پس اف پریم اون میشه 2x به اضافه 1 به روی 2 رادیکال x2 منهای 1 به اضافه x. این f پریم 1 بود دیگه، درسته؟ حالا 1 بذار اینجا. این 1 منهای 1 به اضافه 1 میشه، درسته؟ 3 دوم. کدوم گزینه میشه؟ 3. قبوله؟ ببین سراسر ریاضی 97 16 40 16 40 fx چی هست؟ قدر مطلقه x منهای رادیکال x در x2. ببینید چی خواسته؟ f پریم مثبت 1 منهای f پریم منفی 1، درسته؟ یه بار مشتق چپ، یه بار مشتق راست. تو مرحله که مشتق راست میخوام حساب بکنم، مشتق راست میخوام حساب کنم، یعنی x بزرگتر از 1 خیلی نزدیک 1. تو این اول قدر مطلق و تکلیفش مشخص کنیم، درسته؟ اول قدر مطلق. عدد x بزرگتر از 1 بذاریم، این داخل رادیکال مثبت میشه یا منفی میشه؟ مثبت میشه دید. چون x قبول دارید؟ پس چجوری میاد بیرون؟ خودش میاد بیرون. یعنی تو این حالت fx همون میشه x منهای رادیکال x ضرب در x2. حالا یا اینو به صورت ضربی انجام بده، یا اول اینو ضرب اینجا داخل ضرب بکنید، چی میشه؟ x3 منهای x2 رادیکال x2 که هیچ، رادیکال x، x به توان 1 دومه دیگه، درسته؟ x2 ضرب در x به توان 1 دوم. پایه ها برابرد، یکی از پایه ها رو پایه قرار میدیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم، x به توان 5 دوم، درسته؟ حالا از این میخوایم مشتق بگیریم، میشه چی؟ 3x2 منهای 5 دومه x به توان 3 دوم. 5 دوم منهای 1 میشه 3 دوم، درسته؟ تو چه نقطه میخوایم حساب کنم؟ 1. 1 بذاریم اینجا چی میشه؟ 3 منهای 5 دوم. 3 منهای 5 دوم میشه 1 دوم دیگه، درسته؟ پس میشه 1 دوم. تکلیفش مشخص شد. قبوله؟ حالا این دفعه میخوایم f پریم مشتق چپه تو نقطه یک حساب بکنیم، درسته؟ این یعنی x کوچکتر از یک، خیلی نزدیک. آقا تکلیف قدر مطلق رو مشخص کنم، x کوچکتر از یک باشه منفی میشه دیگه، درسته؟ ریشه از خودش بزرگتر میشه، قبول دارید؟ پس منفی میشه. fx من چی میشه؟ منفی x به اضافه رادیکال x ضرب در x2، درسته؟ این هم ضربش انجام بده میشه منفی x3 به اضافه باز مثل همون x به توان 5 دوم. مشتق بگیر، منفی 3x2 به اضافه 5 دوم x به توان 3 دوم. حالا تو نقطه 1 میشه منفی 3 به اضافه 5 دوم، منفی یک دوم.
آقا تکلیبین هم مشخص شد. ببرم اونجا سر جاش بذاریم. یه دوم منهای منهای یه دوم. یک. یک. کدوم گزینه میشه؟ یک. گزینه یک میشه. درسته؟ تمام شد. شروع زد چلو دو در تابع با ضابطه این آقای فیکس چی هست؟ قدر مطلق ایکس جز سعی ایکس درسته چی خواسته؟ اف پریم منفی صفر منهای اف پریم مثبت صفر مشتق چپ مشتق راست درسته؟ آقا یکی یکی بیام حساب بکنم اف پریم منفی صفر مشتق چپش یعنی ایکس کوچکتر از صفره خیلی نزدیکه آقا قدر مطلق جز سعی تکلیف اول مشخص ایکس کوچکتر از صفر باشه قدر مطلق این منفی قرینش میاد بیرون ایکس کوچکتر از صفر باشه خیلی نزدیک صفرم باشه جزش میشه منفی یک دیگه درسته پس این عبارت میشه اف ایکس این میشه منفی ایکس اونم میشه منفی یک میشه ایکس حالا از این مشتق بگیر یک اف پریم ایکس میشه یک دیگه درسته پس این تکلیفش مشخص شد یک درسته حالا میام سراغ اینه مشخص بکنم این یعنی چی ایکس بزرگتر از صفره خیلی نزدیکه fx تکلیف چی میشه x بزرگتر از صفر باشه این مثبت قدر از قدر مطلق خودش میاد بیرون x ضرب داره x بزرگتر از صفر باشه خیلی نزدیک صفر باشه جزش میشه صفر پس این میشه صفر مشتقش چی میشه صفر پس f پریم x هم میشه صفر پس اینم شد صفر درسته حالا بیام این حساب بکنیم این یکه این صفره یک میشه کدوم گزینه میشه گزینه یه سه شونزده چهل و چهار مشتق راست تابع این حساب بکن تابع رو بخون بینم اف ایکس مساوی پرانتز منهای قدر مطلق ایکس در فورج سین و ایکس فورج سین و ایکس تو منفی سه مشتق راست خواسته درسته؟ مشتق راست تو منفی سه یعنی ایکس بزرگتر از منفی سه خیلی نزدیکه اینجا داریم کار میکنم درسته؟ جز سه قدر مطلق داریم تکلیفش باید مشخص بشه بزرگتر از منفی سه باشه خیلی نزدیک منفی سه باشه جز سه چی میشه؟ منفی سه میشه درسته؟ پس این تکلیفش این منفی سه بزرگتر از منفی سه باشه یعنی ایکس منفیه خیلی نزدیک از قدر مطلق چجوری میاد بیرون؟ ها؟ منفی میاد، باید میشه به اضافه آقا تکلیف مشخص شد درسته؟ حالا میخوام مشتق بگیرم مشتق اولی در دومی، مشتق دومی در اولی درسته؟ اینم دومی رو من اینطوری مینویسم مشکلی پیش نمیاد که 9 ایکس به توان یه سوم بچه مشکل که نیست؟ این وریم خوب دستت اذیت نشه کنگیرو مشتق اولی در دومی یک میشه درسته پس یک ضرب داره فرج سه نه ایکس به اضافه مشتق دومی مشتق دومی یو به توان ان دیگه درسته میشه ان یعنی یک سوم یو پریم یعنی نه در نه یو به توان
n منها یک یک سوم منها یک منفی دو سوم درسته آقا؟ مشکلی که نیست. این میشه فرج سه 9x، این هم که با این میشه 3 به اضافه 3 تا این توان منفی میاد پایین مثبت میشه. درسته؟ فرج سه 9x به توان ده. میتونم اینطوری بنویسم یا نه؟ مشکلی که نیست. حالا منفی 3 رو میخوام اینجا جاگذاری کنم. 9 ضرب در منفی 3 منفی 27، چون فرج سهش میشه منفی 3 میشه منفی 3 به اضافه 3 ضرب داره 1 به روی کل این میشه منفی 3 به توان درستید 9. درسته؟ این با این میشه چند؟ 3 میشه منفی 3 به اضافه 1 سوم منفی 8 سوم. درسته؟ کدوم گزینه میشه؟ دیل اصلا اشتباهی نکردم. آها مشتق دومی، آها یه جا اشتباه کردم کنگیرم. مشتق دومی در اولی منفی 3 به اضافه x اینجا ننوشتم، دقت کنید. مشتق اولی در دومی، مشتق دومی، این مشتق دومی بود، ضرب در اولی رو ننوشته بودم. درسته؟ اینجا در منفی 3 به اضافه x. درسته؟ یه لحظه اینجا رو پاک بکنم. به اضافه 3 ضرب در 1/9 این چی میشه؟ منفی 3 بذارم یه منفی 6 اینجا میاد. قبول آقا؟ این 3 با این میشه چند؟ 3. این 3 هم با این میشه منفی 2، پس میشه منفی 3 منهای 2 منفی 5. گزینه تو درست آقا؟ حواستون هست؟ پس دقت بکنید. مشکلی که نیست. مشتق پذیر هم که گفتیم دیگه، مشتق چپ راست باید برابر باشه. از نظر شکلی هم کجا مشتق پذیر نیست؟ جایی که سوراخ داشته باشه، بریدگی داشته باشه، شکستگی داشته باشه. دقت کنید اف ایکس اینه، جی ایکس هم اینه، مشتق تابع اف او جی رو میخوایم. درسته؟ قدر مطلق داره، من دو ضرب تست بکنم که تا کلی ببینم که چه اتفاقی میفته. درسته؟ حالا اف ایکس میشه اینطوری 4/5 برای ایکس های بزرگتر از صفر، برای ایکس های بزرگتر از صفر چی میشد؟ 4/5 منهای 1/5 ایکس. درسته؟ میشه چند؟ 3/5 ایکس. برای ایکس های بزرگتر مساوی صفر. درسته؟ بعد برای ایکس های کوچکتر از صفر. درسته؟ این میشه منفی ایکس، با این میشه ایکس. درسته؟ بچه خود اف ایکس رو نگاه بکنید، خود اف ایکس مشتقش رو بخوایم حساب بکنیم، گفتیم دو ضابطه ای رو میخوایم مشتقش حساب بکنیم، میشه اف پریم ایکس میشد ایکس های بزرگتر از صفر میشه 3/5، ایکس های کوچکتر از صفر میشه 1. درسته؟ قبوله؟ الان مشتق چپ راست با هم برابرن؟ پس در نتیجه نداره. درسته؟ پس تو نقطه صفر وجود نداره. درسته؟ نه سب کنیم، فقط اف ایکس، عجله نکنیم. درسته؟ تابع اف، خود تابع اف رو نگاه بکنید، تو نقطه یک در حقیقت پیوسته هست. درسته؟ یعنی مشتق ناپذیرش از جنس سوراخ و بریدگی نیست، از جنس چی هست؟ شکستگیه. درسته؟ فهمیدی چطور شد؟ پس تو نقطه یک اف پریم اف در نقطه یک مشتق پذیر نیست. بیایم سراغ جی. درسته؟ جی رو نگاه بکنیم، تابع جی اینه، باز دو ضابطه میشه،
x های بزرگتر مساویه صفر. این میشه چی؟ 5x. x های کوچکتر از صفر میشه چی؟ 3x. درسته؟ چی پریم x رو حساب بکنیم؟ 5, 3. x های بزرگتر از صفر، x های کوچکتر. تو خود صفر چی؟ چون چپ راستش یکی نیست، پس میگیم وجود نداره. تا اینجا که مشکل نیست. یعنی f درست تو نقطه صفر مشتق پذیر نیست. چی هم تو نقطه صفر مشتق پذیر نیست. درسته؟ حالا مسئله f و g رو نخواسته، f و g رو خواسته. درسته؟ من میخوام f و g ببینم ضابطش چجوریه. درسته؟ f g x gx دو ضابطه‌ای بود دیگه، درسته؟ میشد 5x برای x های بزرگتر مساوی 0، 3x برای x های کوچکتر از 0. مگه این نبود؟ درست؟ x که مثبت باشه 5x هم مثبت میشه. دوباره بخوایم چیز بکنیم باید تو این ضرب بکنیم، درسته؟ 3 پنجم در 5x میشه 3x. این تیکش میشه 3x برای x های بزرگتر مساوی 0. درسته؟ قبول. ببینید الان 5x x که مثبته 5x هم مثبت میشه. f روی مثبت اثر بکنه چجوری میشه؟ 3 پنجم ضرب در اون میشه. پس 3 پنجم در 5x ضرب بشه میشه 3x. درسته؟ این عبارت منفیه. درست؟ قبول. حالا عبارت منفی، f رو عبارت منفی خودشو میداد بیرون، درسته؟ پس خودشو میده بیرون، درسته؟ برای کجا؟ یعنی f و g x چه x مثبت باشه چه x منفی باشه خود 3x رو میده بیرون، درسته؟ پس f g x میشه 3x. حالا از این مشتق بگیریم چی میشه؟ میشه 3. گزینه 2. درسته؟ نگاه کنید خود f تو نقطه صفر مشتق پذیر نبود، g هم تو نقطه صفر مشتق پذیر نبود، اما ترکیبشون مشتق پذیر شد. فهمیدی چطور شد؟